سلام مخلصم، همونطور که بهتون قول داده بودم قرار بود که یک ویدیو از این پرواز کردن دران قانوناش چیزایی که باید بدونید بسازم و بعد ندیدم که اینجا یه جایی به نام پرست توی مونتنگرو هستش، به خاطر اینکه یک جای باز هستش واسه پرواز کردن که چیزی هستش که من بهتون پیشنهاد میکنم وجود داره اینجا، بعد ندیدم که این ویدیو رو بسازم. هر موقع هم توی ویدیوی من دیدید که گفتم 0 تا 100 یه چیزی، یعنی که واقعا 0 تا 60 یه چیزیه، به خاطر اینکه دانش و نالج یه چیزیه که اصلا ته نداره، عمقی نداره و تا اونجایی که بتونم جایی که شما بتونید قانونا اینو پرواز بدید با امنیت زیاد بدون که مشکلی واسه کسی پیش بیارید و بهتون بگم. این ویدیو هم طولانی و کارتونین هم زیاد داره توش دیگه. اولین چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم این که دی جی آی اسپانسر این ویدیو نیست. شرکت دی جی آی به نظرم بهترین سازنده درون ها هستن، یا حالا پهپاد یا هر چیزی اسمشون رو میخواد بذارید. اگر که وس مالیتون میرسه که بگیرید، حتما من دی جی آی رو بهتون پیشنهاد میکنم که بخریدش. کلن درون ها چه 5 گرم باشن، چه 249 گرم باشن، چه 10,000 گرم باشن، فرق نمی کنه. یک سری چیزها رو شما باید توشون رعایت کنید که بتونید قانونن، این خیلی مهمه، که بتونید قانونی اون درون رو پرواز بدید که هیچ مشکلی واسه کسی پیش نیاد. هر چیزی هم که من اینجا براتون توضیح میدم استانداردهای ایالات متحده هستش، اونو بتونید رعایتش کنید، تقریبا همه جای دنیا دیگه بدون مشکل میتونید این قضیه رو رعایت کنید. قبل از اینکه شروع کنید، کلن درون ها به 2 تا دسته تقسیم میشن، یکی از لحاظ وزن و 2 از لحاظ اینکه شما بخواد ازشون پول بسازید یا نه. شما هر موقعی یک درونی رو بلندش کنید با این بهانه که قراره از اون تصویری که میگیرید پول بسازید مستقیما، میره زیر یه قسمتی به نام Part 107. هر موقعی سمت اون قضیه اتفاق افتاد، چه اینقدی باشه چه یه درون بزرگی باشه، شما باید به درونتون رجیستر کنید قانونن، باید حتما به تست FAA درون رو بدید که تست بسیار سختیه. من یک دفعه دادمش و تست بسیار سختیه، گرون هستش و مثل یک خلبان باید بلد باشید که نقشه بخونید، ابرها بدونید که کدوم چه شکلی هستن، فرودگاه رو باید بشناسید، چجوری پرواز کردن رو باید بشناسید. تست آسونی اصلا نیست و اگه اشتباه نکنم 60 سوال 52 تاشو باید درست بزنید تا بتونید که پسش کنید. موقعی هم که پسش میکنید تا 2 سال اون بالاخره گواهینامه رو دارید و میتونید پرواز کنید هر جایی و اینها که حالا دربارش توضیح میدم و میتونید ازش پول بسازید. بعد از 2 سال دوباره باید برید اون تست رو انجامش بدید. به خاطر این من فقط واسه کسایی پیشنهاد میکنم که کارشون رو میخوان پرواز با خلبان درون میخوان بشن، اون وقت بهتون پیشنهاد میکنم که اون کار انجام بدید. پس یکی چی شد؟ هر موقع خواستید پول بسازید میره زیر مجموعه Part 107. 2، اگر درون شما از 250 گرم بیشتر باشه وزنش، فقط خود درون، شما باز دوباره میرید زیر مجموعه Part 107 و باید بری رجیستر کنید. یه شماره سریال نامبر اینجا داره، باید برید توی وبسایت FAA بذاریدش. اگر این کار نکنید تا 20,000 دلار میتونن جریمتون بکنن. جریمه کردن خیلی آدم ها رو اصلا شوخی نیست، خیلی هم همینجوری به چیزی میگیرنش، خیلی مهم نیست واسه شون و اینا، ولی اگه کسی بفهمه یا اتفاقی واسه دیالونتون میفته و اون رجیستریشن رو پیدا کنن، قطعا میان دنبالتون به خاطر اون کارتی که خریدید. به خاطر وصله یه جوری دیگه میان پیداتون میکنن، چون منیفست داره اینا که همه اینا رو توضیح میدم. همه صحبت هایی که من دارم میکنم اینجا واسه اینه که شما بتونید قانونی پروازش بدید. اوکی، میشه همه شکل این درون رو پروازش داد، خیلی هم کار ساده ایه، کمتر از 2 دقیقه هم واقعا طول میکشه پرواز دادنش، آموزشش، ولی قانونی انجام دادن چیزا مهمه که سختش میکنه این قضیه. پس 1، هر موقع بالای 250 گرم بود میره زیر مجموعه Part 107 و 2، هر موقع شما خواستید پول ازش بسازید میره زیر مجموعه Part 107. یک چیزی تو پرانتز هستش، اگر شما مثل ویدیوهای من که مثلا میبینید لابلاش درون داره و اینا، اونا ترانزیشن هستن، کمک میکنن به داستانگویی و وصلش میکنن و من مستقیم ازش پول نمیسازم، اونا رو میتونم بگم که اوکی هستش، هرچند که باز میتونن بهتون گیر بدن و بگن که نه از این پول ساختی، ببخشید از این پول ساختی و باز باید بیای رجیسترش کنی، ولی معمولا مشکلی وجود نداره از اون لحاظا. همونطوری که گفتم به خاطر اینکه زیر 250 گرم
نیازی نداره که بخواد رجیستر کنید و اینا. این دی جی آی اومد چند سال پیش یه دونه درون ساخت که دقیقاً 249 گرم بود و دیگه لازم نبود رجیسترش کنی، هیچ کاری لازم نبود بکنی، نقشه خونی لازم نبود، تست لازم نبود بکنی و اینجوری مارکت رو گرفت دستش و این خیلی چیز باحالیه. اینم دی جی آی ایر مویک ایر اس ای اون چیزی که من استفاده میکنم. هزاران نوع وجود داره. اگر تازه میخواد شروع کنید و درون بلند کردن و اینا، من بهتون پیشنهاد میکنم یه چیزی بگیرید که زیر 249 گرم باشه که نخواد که دیگه اون کاغذ بازی اینا رو انجام بدیدش. اوکی، این موضوع اول. اوکی، در مورد این درون و کلا درونا چه چیزایی همراهشون میاد و اینا و چقدر قیمتشون هستش، دوباره میگم دی جی آی اون جایی هستش که من خریدم ازش. این درون اون موقع که من خریدم 299 دلار بود، فکر کنم هنوزم همین شکلیه که با یه دونه باتری میاد و کنترلش. اگر خواستید که من پیشنهاد میکنم بهتون 100 دلار به نظرم بیشتر خرج کنید و اون وقت یه چیزی میتونید بگیرید به نام کامبو. دو تا باتری اضافه بیشتر میاره و کیس این باتری که چون این درون رو تو بهترین شرایط هوایی 29 دقیقه بیشتر نمیتونید پروازش بکنید که فوق العاده است به نظر من، هنوز با یه چیز خیلی کوچولو. ولی هر دفعه که اگه یه باتری داشته باشید باتریتون تمام میشه، باید صبر کنید نزدیک 2 ساعت و نیم که شارژ بشه، اون فانش رو ازش میگیره. به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم که 100 دلار بیشتر بدید و دو تا باتری اضافه بگیرید. پکش هم خیلی جالبه، هم بهتون نشون میده که چقدر شارژ داره هر کدوم از باتری ها و همین که با USB-C میتونید شارژش کنید. از اون طرفش هم تو خود USB رو میتونید استفاده کنید واسه این که موبایلتون رو بخواد شارژ کنید یا این کنترلرش رو بخواد شارژ کنید که خیلی مهمه این چیز. به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم. میگم شکلهای مختلف هست، از واقعا میتونه 200 دلار شروع بشه بره تا هزاران دلار، ولی این چیزی که بنظر من اوکیه اوایلش اگه میخواید پرواز بدید، که اگه خدا نکرده از دستش هم دادید یه موقع صعود کرد و اینا که در اون هم الان توضیح میدم همه چیزو، خیلی هم پول از دست نداده باشید، خیلی هم دلتون نسوزه که دیگه وجود نداره اون قضیه. این از این قضیه هزینه‌شو این چیزا. دی جی آی من پیشنهاد میکنم، تنها برندی هستش که پیشنهاد میکنم، بقیه یه خود ضعیفن واقعا. اوکی، دوباره در مورد قانونی پرواز کردن صحبت کردیم. یادتونم باشه هر موقع شما خواستید پول ازش بسازید و رفت زیر مجموعه پارت 1 و 7، دو نفر دیگه همراه خودتون باید داشته باشید. یک کسی که خلبان هستش و درون رو بالا پایین میکنه، یک نفری که دوربین رو واسه تون میچرخونه، یک کنترل دیگه داره که مثلا اگه بخواد از یه ماشینی فیلم برداری کنید که بخواد قشنگ شما حواستون بدید به خلبانی، یه نفر دیگه تصویر برداریش رو انجام بده، نفر دوم هستش و یک نفر سومی دارید به نام سپاتر، کسی هستش که حواسش هستش که پرنده نیاد، بادبادکی توی هوا نباشه، به سیم برقی جای گیر نکنه. اون کسی هستش که مدام چک میکنه ببینه که درون شماست. معمولا این ستا رو باید داشته باشید واسه اینکه بخواد بهتر کارتون رو انجام بدید. موقعی که تک نفره داری انجام میدید، اگه یک کسی دارید که باش هستید که میتونه اثبات بکنه، یه نگاه بندازه ببینه که پرنده چیزی نیاد سمته، چون این یه نویز ایجاد میکنه که پرنده ها دوستش ندارن و سگ ها به هیچ وجه دوستش ندارن، که اونم دواش الان توضیح میدم بهتون موقعی که قبل از اینکه بخوام پرواز کنیم. اینا هم یادتون باشه که داشته باشید. ولی چه درون شما 249 گرم باشه، چه 50 گرم باشه، چه 10000 گرم دوباره باشه، یک سری قوانین هستش که شما باید رعایت کنید. اصلا مهم نیستش که واسه فان دارید فقط پرواز میکنید یا واسه درآوردن پول، این چیزا رو باید رعایتش کنید. یک، روی مردم، روی جمعیت نمیتونید پرواز کنید، قانونا نمیتونید پرواز کنید، مگر اینکه تو پرانتز مگر اینکه شما اون جمعیت رو هایر کرده باشید، بهشون پول داده باشید و جزء بازیگرای شما باشن که بتونید از روشون پرواز کنید. اگر توی شهری جایی تظاهراتی از روی مردم دارید پرواز میکنید، بله میتونید پروازش کنید، ولی مطمئن باشید که کاری که دارید میکنید غیر قانونی هستش. اگر روی یک جایی پرواز میکنید، مثل همون تصاویری که من دیدید، یه نفر دو نفر اون پایین دارن قدم میزنن، نگران نباشید، به خاطر اینکه افتادن این درون توی هوا تقریبا صفره. اینکه بخواد کنترلش رو از دست بده و بیفته زمین تقریبا نزدیک به صفره، چون برمیگرده. در مورد اینا توضیح میدم همشون. پس این موضوع اولش. دو، از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب تا نیم ساعت بعد از غروب آفتاب، یعنی
نیمه های صبح هنوز که آفتاب نزده و بعد از اینکه تاریک میشه شب هنوز اون آسمون آبی هستش، تو این فاصله زمانی بدون هیچ مشکلی شما میتونید پرواز کنید. اگر از این زمان گذشت و توی شب بودید، حتما باید برید مجوز شب بگیرید از FAA اگه تو امریکا هستید و حالا جاهای دیگه، کشورهای دیگه، و اگه بخواد قانونی پروازش بدید حتما باید اون مجوز رو داشته باشید، ولی والا پرواز کردن تو شب کار غیر قانونی هستش. بله میتونید پرواز بکنید، هیچ مشکلی هم نداره به عنوان پرواز کردن تو شب، ولی ما همش فقط داریم در مورد قانونی بودن صحبت میکنیم. سه، یک چیزی به هر حال توی انسانیت وجود داره به نام ایگو یا همون تکبر یا اینکه خودمونو به کس دیگه نشون بدیم. وقتی که معمولا این کنترلر رو توی روزای اول میری دست، هی دوست داره که به همه نشون بده که او من چجوری دارم پرواز میکنم و نگاه کن این چیز باحالی و اینا. کلن اگر دوست دختر خوشگل، دوست پسر خوشگل یا هر کسی دیگه دارید که میخواد شواف کنید واسهش و بهش نشون بدید، اون بدترین جاست به نظر من واسه این که بخواد پرواز کنید. هر موقع اون حس اومد توی دلتون و تو قلبتون که او من میخوام که نشون بدم به بقیه چه شکلی است، من بهتون قول میدم، بهتون قول 100% میدم که شما درونتون رو خواهید شکست و یک جایی خواهید ایستاد. اولین کاری که باید بکنید اینه که کاملا قانونی چک کنید پروازتون رو، ببینید که هیچ مشکلی نداره، اصلا مهم نیستش که چه کسی پیشتون هست یا نیست. عقلانی پرواز کردنش باعث میشه که امنیت خودتون و درون و کسای دیگر رو حفظ کنید و بتونید تصویر بهتری بسازید. به خاطر همین هر موقع اون ایگو اومد سمتتون که او بذار من شواف کنم، مطمئن باشید که اتفاقات بدی پشت زمینش خواهد افتاد. در مورد اندازه که میتونید پرواز کنید، کلن از سطح زمین جایی که شما وایستادید توی امریکا و جایی که حالا سیستم فیتو و فوتو استفاده میکنن 400 فیت میتونید بید بالا، توی متر 120 متره. 120 متر آخرین جایی که شما دوباره قانونن میتونید پرواز کنید، به خاطر اینکه روی هواپیما و فرودگاه و اینا الان صحبت میکنم، به خاطر اون تا 120 متر اوکیه. همیشه من کاری که میکنم تو ستینگش میذارم تو 115 تا که اشتباه هم نکنم، که یک موقع اگه یهو رفت بالا به من خبر بده که من به سقف پروازم رسیدم. اینو قانونی تقریبا میشه گفت محدودیت نداره. اگه اونو برش دارید یا جی پی اس‌تون رو خاموش کنید، میتونید بید بالا تا موقعی که این کنترلش دیگه همدیگه نبینن. من تا حالا هیچ وقت این کار نکردم، و ولی قانونیش 120 یا 400 فیته. این شکلیش هم اگه بخواد به سمتی پرواز کنید، این DJI میگه که 2 کیلومتر میتونید برید توی بهترین هوا بدون اینکه وایرلسی اینجا باشه یا آنتنی چیزی باشه که بخواد مختلش بکنه یا فرودگاه نزدیکش باشه، نزدیک 2 کیلومتر میتونید برید. ولی کاری که من میکنم، اگه شما معمولا نزدیک 500 متر برید عقب‌تر، بسیار بسیار سخت میشه به خاطر اینکه این درون کوچولویی هستش که بتونید روی آسمون ببینیدش. به خاطر این معمولا تا جایی که با چشم غیر مسلح من میتونم ببینمش تا اونجا بیشتر نمیرم. کلنم کشورهای مختلف قانونهای مختلف دارن. یه سری کشورها هستن که دوباره اینجا لینک میدم همشون رو، نقشه‌های مختلف میتونید نگاه بندازید. یه سریاشون میگن که هیچ مانعیتی نداره، هر جوری دوست داری پرواز کن. کاستاریکا یکی از اون کاستاریکا یه دونه از اون کشورهاست که مشکلی نداره، به خاطر اینکه طبیعت و هر جا هم زدی و اینا هیچ مشکلی واسه آدم پیش نمیاره. یه سری کشورهای دیگه هستن، معمولا کشورهای اروپایی و تو امریکا هم شکلیه و کانادا، میگن که شما باید لاین آف سایت داشته باشید، یعنی باید نگاهش بکنید از توی سایتتون، از اون جایی که دارید نگاه میکنید درون نباید از جلوی چشتون دور بشه، پشت ساختمون نره که موقع گمش کنید، حتما باید جلوی چشتون باشه که تا بتونید ببینیدش. یه سری کشورها محدودیت‌های دیگه دارن، باز دوباره میگم تو نقشه هست میتونید، و یه سری کشورها هم کلاً میگن اگر بلند کنی میری زندان، یا خیلی‌هاشون تو همون فرودگاه موقعی که میرید از شما میگیرنشون. هنوز خدا رو شکر واسه من این اتفاق نیفتاده، چون حس خوبی نیستش که دیگه تو بخوای بذاری تو فرودگاه بعد ممکنه از یه فرودگاه دیگه پرواز کنی و دستش بدی. معمولاً گفتم تو ویدیوهای قبلی هم من معمولاً اون کشور نمیرم. ایران یکی از اون کشورهاست که کلاً درون به شکل فان پرواز کردن و تا جایی که من میدونم نمیذاره که پروازش کنی، به خاطر اینکه حالا یه سیستم امنیتی کردن اونجا دیگه. این چیزایی که میشه گفت باید بدونید قبل از اینکه بخواد پروازش بدید. و اصلا هم همونطور که عرض کردم خدمتتون، مهم نیستش که وزنش چقدر هستش. اوکی، موضوع بعدی قضیه فرودگاه هستش.
اینا پیچیده میشه، به خاطر من خیلی خیلی محدودش میکنم. ما فودگاه مختلف داریم که با B, C, D و چیزهای دیگه، G چیزهای دیگه نشون میدن. کلن یک فودگاه هستش که خیلی مهمه، اون کلاسش کلاس B هستش. B مثل big یعنی بزرگ. خب فودگاه بزرگ رو مثل هیترو لندن، نمیدونم مثل جورجیا تو آتلانتا، مثل اوهیر شیکاگو، مثل نمیدونم فودگاه توی تهران، اونا فودگاه بی هستن که اینترنشنال میشینه. و اگر نگاه کنید توی نقشه که حالا بهتون نشون میدم، یک شکل فودگاه باندش هست و دورش یه شکل یه دایره آبی رنگی کشیده. تو اون دایره آبی رنگ شما نمیتونید بلند کنیدش، اصلا اجازه به شما نمیده که بلند کنید. باید حتما برید موقعی که میخواید بلند کنید رجیستر کنید و لاگین میکنید، شما تلفنتون رو میدید، اسمتون رو میدید و میگید که اگر اتفاقی واسه درون من یا کسی دیگه برای من افتاد، 100% مشکل از من بوده و من تمام ریسپانسیبیلیتیشون رو میپذیرم. که بعضا من کار جالبی نیست انجامش دادن، به خاطر اینکه کسی دیگه هم به خطر میندازید. خلاصه هر موقع اون شکل آویه رو توی نقشه دیدید، اونجایی هستش که خیلی خیلی باید مراقب باشی. فودگاه کوچولوتر هم وجود داره که پروازهای کوچیک انجامش میدن، فودگاه دی هستش و جی و چیزهای دیگه، ای میگم خیلی پیچیده میشه. ولی توی این خود اپ DJI الان یک چیزی وجود داره به نام جیو فنسینگ. شما هر جایی که اجازه نداشته باشی نمیتونه بلند بشه. قشنگ بهت همه چیزو میگه، میگه که به خاطر این دلیلا نمیتونه بلند شی. نمیدونم اینجا زندان وجود داره، اینجا نزدیک فرودگاهه، هوا خوب نیست، ماهواره رو نتونست پیدا کنه، همه رو بهتون میگه. هر موقعی هم که توی پرواز بودید و دارید میرید یک سمتی که نباید برید و اونجا دیگه میدونن دیگه نظامی هست، زندانه، به هر شکلی یه کنسرتی داره توش برگزار میشه، یه رئیس جمهوری اونجاست، هر موقعی که اون چیز وجود داشته باشه و تو اون دایره قرمز رنگه، اگه اونو ببینیدش، شما هر چقدر هم که این کنترل رو شروع کنید فشار بدید به اون سمتی، نمیره، همون جوایی مثل اصلا هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. خیلی هم باید مراقبش باشید، به خاطر اینکه یک سری چیزایی هست مثل جمر، در واقع یه سری تفنگای جدیدن اومدن که واسه اینکه درون رو بندازن پایین، با لیزر اون درونه میزنه و سنسور درون شما رو میسوزونه، همونجا هم میفته پایین بدون اینکه هیچ مشکلی اتفاق بیفته. به خاطر این نرید، قانونی و خیلی امن پروازش بدید بدون اینکه مشکلی داشته باشه. اینم از موضوع بعدی. اوکی، حالا اکسایتد هستید که دیگه گرفتیدش، قانونای اولیه هم میدونید، میخواد که پروازش بدید و اینا، ولی خیلی سال قبلش باید چک کنید. اول از همه این که اپ خود DJI رو دانلودش کنید. متاسفانه گوگل و اپل اپ DJI رو نمیپذیرنش، به خاطر اینکه یه به هر حال یه سری چیزا داره و یه سری چیزا از شما میخواد که اطلاعات زیادی هستش. ولی متاسفانه چون روش دیگه ای وجود نداره واسه دانلودش کردن، فقط از روی وبسایت خود DJI میتونید بگیریدش، که خیلی هم از شما واقعا پرایوسیاتونو میگیره. لوکیشن از شما میخواد، کانتکتاتونو میخواد، میخواد بدونه که ویدیو و عکسایی که توی بالاخره اکسس میخواد به آلبومتون، خیلی چیزای دیگه میخواد ازتون که متاسفانه یه جورایی باید با پرایوسی خداحافظی کنید، چون چاره دیگه نیست، فقط با اون اپ میتونید پروازش بدید. اپش اپ واقعا خوبیه و تا حالا من هیچ مشکل نداشتم، ولی خیلی خیلی مهمه، هر موقع بهتون گفتش که آپدیت کنید یه چیزی رو، آپدیتش کنید، نگرانش نباشید. اگه نمیدونم فلای سیف رو گفت آپدیت کنید، آپدیت کنید. کلن آپدیت کردن همیشه چیز خوبیه، به خاطر اینکه هکرها به سیستم‌های قدیمی هک میکنن و چی میگن، میرن که اتک بکنن و اینا، حمله میکنن. هر چقدر شما سیستمتون رو آپدیت نگه دارید، چه تو گوشی چه جای دیگه، چیز خوبی هستش. معمولا آدم ها مشکل دارن با آپدیت کردن، چرا من هر سه روز یه بار باید یه سری چیز آپدیت کنم؟ ولی تکنشین هایی که سافتویر انجینیر هایی که پشت اون اپ، نرم افزار، هر سخت افزار، هر چیزی نشستن، بهتر میدونن و هی آپدیت های جدیدی رو به شما میدن. به خاطر این اولین کاری که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه که آپدیتش کنید. دو، این کنترلرش هست، شکلای مختلفی واسه درون‌های مختلف وجود داره، ولی تقریبا همشون یه شکلی کار میکنن. چه شما سامسونگ داشته باشید مثل من یا آیفون، این سیما همراهش میاد موقعی که میخرید و میتونید این سیما عوض کنید. اتفاقی که میفته اینه که این سیم وارد گوشی شما میشه، بعد میاد میفته توی این جای دستگیرش،
و اینجوری یه حالت کنترلر هست. کنترلرش هم خیلی دیزاین باحالی داره، واسه اینکه خیلی خیلی بخواد کامپکتش کنه کامل، حتی این دستگیرا هم در میاد و میاد میفته این تو که شما دیگه هیچ برآمدگی نشته باشی که اگه بخوای جایی بذاریش مشکلی پیش بیاد، که من معمولا همچین کاری میکنم. اینم حواستون باشه، بخاطر این کوچولو هستش، مخصوصا جایی که وایستدی که کنار آب هستش و لابلاش یه سری چیزا داره که ممکنه بیفته بره اون تو، خیلی خیلی حواستون باشه که از دستش ندید، چون همین چیزای کوچولو بسیار گرونن. همین یک چیز این شکلی نزدیک 40-50 دلار خرجشه و بدون اونم متأسفانه خیلی سخت میشه پرواز کردن باش. بخاطر این حواستون به این چیزای کوچولو تقریبا با ارزش کم اهمیت بعضی وقت باشه. خلاصه این از قضیه کنترلرش. مواظب باشید که حتما شارژ کامل داشته باشه. شارژش هم اگه یک دفعه فشار بدید اینجا رو، بهتون نشون میده که چند تا شارژ داره. کلن هم تو دی جی آی یک دفعه فشار میدی 3 ثانیه صبر میکنی و روشن میشه. یک دفعه فشار میدی 3 ثانیه کنترل روشن شد. دوباره اگه خواستی خاموش کنی هم دوباره یه دفعه فشار میدی 3 ثانیه خاموش میشه. همیشه تو دی جی آی این صدا رو که هر موقعی که شنیدید و این حالت، یعنی این که سیگنچر امضای خود دی جی آی هستش و اینجوری روشنش میکنید. این از کنترلرش که در مورد چیزایی که توش داره و اینا الان بیشتر بهتون توضیح میدم. شما یک چیزی دارید همونطوری که گفتم توش که خاموش روشنش میکنه که انجامش دادیم. این یک سری آنتن این بالا هست که مشخص کارش، هر چند وقت یه بار موقعی که خیلی دور میشید اینجا بهتون میگه که adjust antenna، یعنی آنتناتون رو تغییرش بدید زاویه‌شو به خاطر اینکه نمیبینه درونو. و کاری که من میکنم معمولا با 45 درجه روبروی همدیگه شروع میکنم و هر چقدر که درون میره دورتر میشه اینا رو یه خورده از همدیگه بازش میکنم. هر موقع هم که بالای سرتون بود درون، به خاطر اینکه این شکلی داره الان موج میده، اینو فقط یه خورده به سمت بالا بچرخونیدش و که ماهواره و درونتون بتونه ببینه. این کاری که من معمولا انجام میدم، هیچ مشکلی هم نداشته تا حالا. یه مشکل دیگه، یه نکته دیگه، یه شصی دیگه اینجا وجود داره به نام هوم یا لند. اگر قابلیت اینو ندارید و سخت اوایلش هستش بخواد پرواز کنید و اینا، میتونید این شصی رو فشار بدید. هر موقع دیدید که یک جایی اومد به نام هوم یا ریترن تو هوم، برگرد به خونه، اگه فشارش بدید قشنگ میاد توی زمانی که و یک فاصله‌ای که شما ست کردید قبلا، که دوباره الان دوباره توضیح میدم، میاد روی اونجا وای میسته و بعد خودش میاد آروم میشینه تا معمولا 1.5 متری زمین میاد. اون وقت شما فقط اینو میدیدش پایین و بعد دیگه میشوندش بدون اینکه اش مشکلی داشته باشه. یه شصی دیگه اینجا داره واسه این که ویدیو بخواد ضبط کنید و اینم واسه ضبط کردن عکس. همزمان نمیتونید هم فیلم بگیرید هم عکس، باید از فیلم خارج بشید و عکس بگیرید. من معمولا کلا به من قبل از اینکه حتی بخوام پرواز شروع کنه به تیک آف کردن، رکوردمو شروع میکنم که حتی اگه بخواد اتفاقی هم خدا نکرده واسش بیفته، اینو توی قسمت های آخر فیلمو هنوز توش داشته باشم. یا اینکه بعضی وقتا آدم یادش میره چون شلوغ دور و بر و اینا، اون وقت میزنم که دیگه یه موقع نپیده باشم که بعد بگم که آه این تصویر خوبی بود چرا ضبطش نکردم. و خیلی خیلی کم عکس میگیرم واقعا. 12 مگاپیکسل این دوربین و 2.7 واسه کوالیتی تصویرش هست. از 1920 بیشتره، از 4K کمتر هستش. این هم از این. و یک چیز دیگه هم اینجا داره که روش معمولا روی این انگشت سبابه میفته، این بلبلکی که اینجا داره، این چرخه، این دوربینش رو بالا پایین میکنه. اینجوری میتونید تصویر بگیرید، بازی کنید باشه اینا. کلن پرواز دادن این درون میگم کمتر از واقعا 2 دقیقه وقت میگیره، با حال بر اساس استعداد شما و اینا، بیشتر از اون نیست. ولی مثل هر چیز دیگه ای، شما هر چقدر که بیشتر پرواز کنید بیشتر اینو دستتون میاد و یاد میگیرید. بسیار فانه موقعی اگه بتونید قانونی و سیف انجامش بدید، بسیار چیز فانی هستش واسه پرواز کردن و حتما بهتون پیشنهاد میکنم. چیزی هم که پیشنهاد میکنم، یک جایی مثل همچین چیزی پیدا کنید، حالا آب نه، اگر میتونید مثلا یه جایی پیدا کنید که کوهستانی باشه، این زیاد شد کوهستانی باشه یا یه دشتی باشه که دور و برش چیزی نباشه که بخواد همون اول بسم الله بزنیدش به در و دیوار،
و اینجوری شروع کنید به تمرین کردن و توی سطح‌های پایین اول شروع کنید به پرواز دادنش. بعد که یه خورده همینجوری حرفه‌ای‌تر و حرفه‌ای‌تر شدید میتونید اون وقت جای دیگه رو پرواز بدید و بعد شروع کنید تصویر گرفتن و همه این کارا رو میتونید انجام بدید که دوباره میگم خیلی هم فانه. کلا هم یادتون باشه بهتر من بهتون پیشنهاد میکنم که مو قبل از اینکه بخواید پرواز کنید حتما ایمیلتون رو بذارید توش، حالا یه ایمیلی رو بدید که اصلا نیازی هم بهش ندارید و حتما رجیسترش کنید توی گوشیتون، نه با FAA، نه با فدرال ایویشن، نه تو خود گوشیتون اپش اسمتون رو بذارید رجیسترش کنید. چون یک چیزی وجود داره به نام منیفست، همه پروازهای دنیا یه چیز داره به نام منیفست. شما اون موقعی که میرید مثلا بلیتو میدید که وارد پرواز بشید، دیدید چکتون میکنن یه بیپ صدا میده یا حالا برگر رو میکنن، اون منیفسته که بدونن که چه کسی پرواز کرده. هر موقع هر چیزی پرواز کنه یک چیزی به نام منیفست وجود داره و شما این منیفست رو دقیقاً چند سال پرواز کردید، تو چه ارتفاعی بودید، از کجا رفتید و به کجا برگشتید، همه اینا رو توی هیستوریش هست، بعدا میتونید بردارید و نگاه بندازید. و یه خوبی هم داره، میتونه بدی هم باشه البته، خوبیش اینه که اگر خدا نکرده که زدید به نفری و فردا FAA اومد گفتش که بیا ببینم که منیفست تو، میتونی بیای بگی که ببین این مشکل من نبود، مشکل درون بود، باتریش تمام شد، یا نمیدونم یک کاری کرد که از دست من خارج شده بود، و برعکسش هم میتونن ازتون استفاده کنن البته بر علیه شما، به خاطر اینکه میتونن بگن که ببین اینجا رو مثلا تو رعایتش نکردی. ولی به هر حال چیز خوبیه واسه اینکه داشتنش و بودنش. اینم کل این قضیه. این که یه چیزی هم تهش بهتون بگم، این مانیتور، این کنترلر فقط با این درون کار میکنه. اگه یک درون دیگه بیاد کنار این، سیگنالشون با هم دیگه فرق میکنه، امواجش فرق میکنه، میتونید برید تغییرش بدید. یه کسایی هستن که تکنیشین هستن و این کار انجام میدن. اگه یه موقع درونتون از دست دادید میتونید یه درون دیگه برید بخرید و وصلش کنید به این، ولی باید برید یه نفری که تخصصش رو داره انجامش بده. خودتون نمیتونید همینجوری بچرخونید و اصلا من بهتون پیشنهاد نمیکنمش. این تمام چیزایی هستش که تا اونجا که من میدونم این تو وجود داره. این از کنترلر کامل. اوکی، بیا درباره خود درون حالا صحبت کنیم و چه چیزایی داره، چه چیزایی باید حواستون بهش باشه. قبل از بلند کردن درون به هر شکلی، اول یه سری چیزا باید رعایتش کنیم. اینم بهتون میگم که این شکلی درون کلن میاد، یه چیز جمع و جور که واقعا توی جیبم جا میشه. و اول این دوتا پای بالاشو باز میکنید، بعد دوتا پای پایینش این شکلی باز میشن. قبل از این که بخواد این درون رو پروازش بدید، اولین کاری که باید انجام بدید، حتی اگه توش باتری هم نداره، اولش باید لبه های این پرواتون رو چک کنید ببینید که زده‌ای چیزی وجود نداشته باشه. بخاطر اینکه بعضی وقتا جایی که بلند میکنید ممکنه علفزار کنارش باشه، خدشه بندازه اینجا، یا اون بالا معمولا پشه و نمیدونم جونورای پرواز میکنن، اینا بالا زیاد هستن، ممکنه که گیر کرده باشن و اینا رو خدشه‌دار کرده باشن. حتما چکش کنید به خاطر اینکه توی سلامت پروازتون قطعا تاثیر میذاره. این اولین کاری که انجامش میدم. پیچاشون رو حواستون باشه که دوستایی ببندید، خیلی هم پیچو سفت 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 نکنید، بذارید یک کم قبل از اینکه خیلی سفت باشه که راحت تر بتونید بازش کنید اگر خواستید که ریپلیسش کنید. اینا هم تو همون توی کامبو، همون چیزی که $100 بیشتر بهش میدادید، اینا چند شکل، چند تا چی میگن، چند تا پک باش میاد که اگه یه موقع اتفاقی واسش افتاد میفته، این اتفاق هم نگهش نباشید. و اگر یه موقع یه پرهیش هم بشکنه توی هوا، خودش رو برمیگردونه، نگران خیلی نباشید. فقط مطمئن باشید که قبلش چک کنید. همه اینا رو خود اون کنترله بهتون میگه. هر موقع خواستش که جان این به خطر بیفته، اون کنترله به شما میگه که حواست باشه و بهش حتما پیشنهاد میکنم که گوش بدید. اینو باید چکش کنید قبل از که انجامش بدید. هیچ مشکلی هم نداره. یه خود اینجا یه دوباره USB-C داره که میتونید شارژش کنید مستقیم. اگه اینو ندارید میدونید که مستقیم USB-C تونه بذارید و شارژش کنید. یه مموری کارتی هم کنارش هست که میتونید انجام بدید. من معمولا 64 گیگ توش میذارم. چند تا چیزو یادتون باشه، اگر اینو فراموش کردید یک موقعی که داخلش بذارید، هنوز میتونید ضبطش کنید ولی تصویر رو میفرسته تو گوشی شما. یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. خوبیش اینه که همون لحظه تصویر رو میتونید داشته باشید و دانلودش کنید. بعدیش اینه که اگر یک جایی برید که آنتن نده و تصویرتون شروع کنه به عجیب غریب شدن، همونو ضبط میکنه. در حالتی که اگر اینو داخلش داشته باشید
کلن اگه کنترلر شما هم دیسکانکت بشه و این درون نبینه، این هنوز داره ضبطش میکنه و بهترین تصویر رو میتونید بعدن بیاریدش پایین و ازش بگیرید. کلن هم یادتون باشه چه درون چه توی دوربینای عکاسی، هر مموری کارتی که ازش استفاده میکنید دوباره برگردید توی همون دوربین. کلن دوربینا اصلا مهم نیستش که فرمتش میکنید یا دیلیت آل میکنید، اینا مهم نیست. کلن دوربین ها و مموری کارت ها هپی ترن، خوشحال ترن وقتی که رفیقاشون کنار رفیقاشون هستن. اینو بدونید که رفیقای همدیگه همیشه بذارید کنار همدیگه باشه. مثلا اینو برندید ببرید توی دوربین استفاده کنید، دوباره بذارید توی یک جای دیگه، بعد دوباره برداشت بدید اینجا. اگه واسه اینه روش بنویسید مثلا دی جی آی، بذارید توی همین باشه، معمولا هپی تره، بهتر ضبط میکنه، کراپ نمیشه فایلاتون، مشکلات اونجوری پیش نمیاد. این پشتش. جلوش اگه نگاه کنید دو تا سنسور داره و همینطور پایینش دو تا سنسور دیگه داره. متاسفانه این درون فقط موقعی که میتونه بشینه میتونه بفهمه که زیرش چیزی هست که نمیتونه بشینه اگه سطح صاف نباشه، و نمیذاره، هر چند فشار بدید نمیذاره بشینه. از جلو این طرف و اون طرف و این درون متاسفانه نداره، و به خاطر همین اگه نزدیک به شاخه چیزی بشه میتونید بزنید به در و دیوار و زخمیش کنید یا کلن بشکنه. اینم بهتون بگم این خیلی اینا ضعیفن، به معنی اینکه به جایی بخورن متاسفانه میشکنن و دیگه هیچ کارش هم نمیشه کرد. ولی درونای بهتری دی جی آی داره که همه طرف سنسور داره، شما اگه بخواید به دیوارم بزنید نمیذاره انجامش بدید، مدام بوغ میزنه و یه ویبراتور هم داره که اینم داره ویبراتور داره، این هی وایبریت میکنه این دستتونو که داری کار خلافی انجام میدی یا حواست باشه. اینم از این. اینم دوباره مثل قبل اگه بخواد روشنش کنید مثل همه چیزای دی جی یا یک بار فشار میدید 3 ثانیه این صدای دی جی هم هست. اینو من خاموشش میکنم. یک محافظی هم داره واسه خود دوربینش، حتما حتما بهتون پیشنهاد میکنم که همیشه برش دارید و بذاریدش وقتی که کارتون تمام شد، به خاطر اینکه این ضربه اگه بخوره بهش خراب میکنه و شروع میکنه به لرزیدن یا کج وای میسته یا مشکلات اون شکلی واسش پیش میاره. موقعی هم که جایی که درونتون رو میذارید مطمئن باشید که این گیمبلتون، اسمش گیمبله، این گیمبل دوربین جایی نباشه که سنگ کوچولویی چیزی شبیه به این کنارش باشه. اگه باشه خودش اونجا باز دوباره میسته گیمبل استاک، چیز خوبی نیست، بخاطر اینکه هی موتور داره فشار میاره که صافش کنه و اون سنگ جلوش رو گرفته نمیذاره. حتما یه جایی باشه که صاف باشه. رو دستم بهتون گفتم، رو دستم من پیشنهاد نمیکنم چه تیک آف کردن چه لندینگ رو، به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم. این چیزای گوگل مگولی کوچولویی که میبینید به خاطر اینکه سرعتش بسیار بالاست کاملا میتونه انگشتتون رو واقعا توی درز کمتر از دهم ثانیه میتونه ببره و بکنه کلا. اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم، چون ممکنه که به هر حال مشکلات خودشو داره دیگه، ممکنه که باد باشه موقعی که دارید میشینید قشنگ نگیرید توشون. اینا یک جاییو که الان در موردش صحبت خواهیم کرد اونو انجام بدید. اینم کل چیزایی که این داره، واقعا دیگه هیچ مشکلی نیست. یک چیزی هم تو ستینگش هست، من واقعا تو ستینگاش وارد نمیشم، ستینگاشو من بخوام وارد بشم این ویدیو میشه 6 ساعت واقعا. خودتون برید یه خود بالا پایینش کنید. چیزایی که من فقط بهتون آپدیت پیشنهاد میکنم واسه رفتن تو ستینگ، یک آپدیتش کنید سافتوراتونو، دو سقف پرواز بذارید واسه خودتون، همین الان به 115 متر رو ست کنید که بیشتر از اون قانونی هم نره بالا که مشکلی بخواد واسه تون پیش بیاد. و یک چیز دیگه ای هم داره به نام ریترن هوم. یک جایی هست اگه توی ویدیوهای قبلی من دیده باشید که حتما پیشنهاد میکنم که سابسکرایب کنید و ببینید و لایک بزنید و کامنت بذارید لطفا. اگه دیده باشید من هی یه چیزی میگم که از دستش دادم، کم بود که از دستش، کم مونده بود که از دست بدم این درونو. اون یعنی زمانی که انقدر آلودگی آنتنا و وای فای و فرودگاه ها و چیزهای مختلف بین این اومد، بخاطر اینکه یه چیز خیلی کوچولوی دیگه، یک سیگنال بزرگتر که بیاد میتونه مختلش بکنه ارتباط این دوتا رو. هر موقع که شنیدید که من گفتم از دستش دادم، یعنی اینکه یک سری آنتنای قوی تری وجود داشت سیگنالاش که اینو، این دوتا رو از هم دیگه قطع کرد. هر موقعی که اون اتفاق افتاد نگران هیچی نباشید، فقط نفس بکشید. معمولا 15 ثانیه 20 ثانیه بعد درون میگه که ما دیسکانکت شدیم. احتمالاً الان انجامش بدم که یه تستی بزنیم اگر ببینم که خطری نداشته باشه. میگه ما دیسکانکت شدیم،
اون 20 ثانیه اول فقط وایسید، نه دستگیر رو تغییر بدید، نه پنیک کنید، هیچ اتفاق نیفته. خب خودش چون شما، حالا میگم دوباره صحبت خواهیم کرد، یه جایی واسش در نظر گرفتید به نام هوم یا خونه که برگرده، که توی اگه فیلم هم ناکنه یا میرسن H به معنی هلیکوپتره یا میرسن H به معنی هومه، یه جایی که شما برمیگردی و توش میشینی. ببخشید، اون کاری که انجامش بدی خودش برمیگرده، میاد میره توی یک سقفی ارتفاع که براش تنظیم کردید وای میسته و بعد خودش رو میشونه. اونجا رو اون سقف رو من معمولا میذارم روی 95، یعنی روی 95 متری میره وای میسته و برمیگرده. اگر یک جایی هستید که دوروبری ساختمون و اینا داره، باز دوباره ستش کنید رو همون 115 تا که هر وقت دستات میره میرسه به اون سقفه، میاد خودش رو بالای هوم و بعد میاد میشینه. موقعی هم که داشت میشستش خودتون دیگه کنترل کنید که راحت بشینه، چون بعضی وقتا جی پی اس ممکنه که قشنگ ست نشده باشه. این سر کلن چیزایی که تو درون داره اینا. حالا بیاد یه سری چیزایی دیگه قبل از این که بخواد بپرینید و در حال پرواز رو با هم دیگه صحبت کنیم. اوکی، حالا قبل از پرواز میخوام روشنش کنیم. هر موقعی که شما روشنش کردید، صدای میاد، اگه نگاه کردید موتوراش رو چک کرد، دید مشکل نیست، دوربینش رو چک کرد، دید که مشکلی نیست، و هر موقعی که شما دیدید که این رنگی داره میزنه، یعنی سبز مثبت سالید نیست که چشمک زن، یا اینجوری شروع کرد به زرد زدن، یعنی یک مشکلی وجود داره. قرمز اگر دیدید، زرد چشمک زن دیدید، هر چیزی غیر سبز سالید یا سبز چشمک زن دیدید، یعنی یه مشکلی وجود داره. مشکل الان اینه که من کنترلش خاموشه و وصل نیست. اوکی، من اینو میذارمش اینجا. گفتم سطحی هم که همیشه واسش در نظر بگیرید یک سطح صاف باشه، و بالا هم حتما نگاه کنید که درختی، شاخه‌ای، چیزی نباشه که بخواد موقعی که تیک آف میکنید و مشکلی ایجاد کنه واسش. اوکی، حالا خود اینو روشنش بکنم. گوشیتون هم روشنش میکنید و لوکیشنش هم حتما باز میکنید. یک سوال دیگه ای هم که من خیلی وقتا میشنوم اینه که آیا نیاز به اینترنت هست واسه پرواز کردن؟ نه، اتفاقا برعکس. اگر شما، من این کار نمی کنم الان، ولی این یعنی این که جی پی اس رو پیدا کرد و هوم پوینت رو پیدا کرد، اگر شما اینترنتتون رو قطع کنید کلن بذارید روی ایرپلین مود، معمولا بهتره، سیگنال بهتری است، به خاطر اینکه تخلل یه چیزی توش اتفاق نمیفته. من به خاطر اینکه زنگای مهم بهم خورده میشه و اینا، معمولا اونو خاموشش نمیکنم که چیزی از دست ندم، ولی نه، نیازی ندارید که اینترنت داشته باشید. به طور بدون اینترنت خیلی راحت تر میپره. اوکی، اینجا خیلی خیلی زود پیدا کرد و خیلی سورپرایزینگ بود واقعا. الان اگه توی نقشه نگاه کنید، بذار اینو ضبطش کنم و اینجا بندازمش که راحت تر بشه. اگه توی نقشه نگاه بکنید، یه جایی پیدا کرده به نام هوم. هوم اون جایی که این درونه هست و خونه است. اگر من این درونو گمش کنم، خودش برمیگرده و میاد دقیقاً روی این نقطه میشینه. تنها چیزی که من باید حواسم باشه اینه که بالا شاخه نباشه، شاخه درختی که نیست، دور و برش هم مشکلی وجود نداشته باشه، پرنده چیزی باشه که بخواد بهش حمله کنه، یا اینکه اگه سگا بسیار بدشون میاد از این قضیه، قبل از اینکه بلندش کنید یا قبل از اینکه بشونید، حتما واسه آدما و حتما سگایی که هستن چک کنید، چون میره توی 1.5 متری، شما هم فکر میکنید که او دیگه سگه نمیتونه بگیردش و تو 2 سود میپره و میگیره. به خاطر این موقع که تیک آف کرد یه خود بالاترش ببرید نزدیک مثلا 4-5 متر، یه خود بالاتر، که دیگه اگه مثلا سگی هم دور براتون بود مشکلی ایجاد نشه. ولی کلا سگا خیلی بعدشون میاد از این قضیه. اوکی، هومو پیدا کرده بدون هیچ مشکلی، دیگه هم هیچ مشکلی وجود نداره. این کلا خود نقشه است که میتونید بخونیدش. اگه زوم اوت کنید، حتما یه دونه فرودگاه این بغل داریم، الان بهتونشون میدم. این کلا یه همون چیزی که تو دعواش صحبت میکنم، اینجا یه فرودگاه به نام فرودگاه بی وجود داره. فرودگاه بی اگه نگاه کنید اون آبی است، تو اون قسمت آبی اصلا نمیتونید پروازش کنید. اگه برید توش بهتون میگه، روش هم که کلیک بکنید نوشته که target flight area is enhanced warning zone, fly with caution. اگه برید توش معمولا نمیذاره
پروازش بکنید. اونجایی هم که خاکستری است یا قرمز هستش معمولا یه ارتفاعی لیمیتی واسه تون میذاره که از اون لیمیت بالاتر نمیتونید برید. بستگی داره واقعا، نمیتونم یه عدد ثابتی بهتون بدم، تو جای مختلف متفاوت هستش. خیلی جا هم هست واقعا مثلا 3 متر هم نمیذاره شما بیشتر پرواز کنید، به خاطر اون مشکلات خاص خودش هم ممکن داشته باشه. اوکی، پس این خوندن کلن نقش است. خیلی پیچیده از این حرف هست، من یه چیز ساده هم اول خواستم انجام بدم. هر موقع هم کلن توی یک جایی بودید که درانتون رو گم کردید، یه جای دیگه رفت نشست، به هر حالی یه شکلی هست، یه چیزی این پایین داره به نام Find My Drone، میتونید بزنید روش و شروع میکنه به صدا دادن و بوق زدن و اینجوری میتونید پیداش کنید راحت. صداش میاد ها؟ هر موقع هم که پیداش کردید میتونید استاپش کنید بدون هیچ مشکلی و برمیگردید دوباره به پروازتون بدون اینکه هیچ مشکلی هم بخواد پیش بیاد. یه سری چیزا هم اینجا داره توش، من اونا هم دراش توضیح بدم. یه 55% میبینید اینجا که باتریشه، که معمولا موقعی که به 20% برسه به شما میگه که باتری داره تمام میشه، من برمیگردم به خونه. مهم هم نیستش که شما وسط پرواز هستی نیستی، خودش برمیگردونه. معمولا میتونید کنسلش کنید، هیچ مشکلی نداره، ولی توی 10% دوباره شروع میکنه همه اینو لرزوندن و میگه که باید برگردی، من دارم باتریم تمام میشه و ممکنه هر لحظه بیفتم. خودش معمولا شما رو فورس میکنه و یه پنیکی هم بهتون میده که سریع برگرد. به نظرم نذارید به اونجا برسه، به خاطر اینکه باد، رطوبت، چیزای دیگه ممکنه رو باتری صدمه بزنه، تاثیر بذاره و اون 10% ممکنه تو کمتر از 40 ثانیه یهو بشه 1%. به خاطر این اصلا نذارید به اونجا برسه. اینم راستی اگر باتریش تمام شد نگرانش نباشید، میتونید بیاد اینجا و بگید که برگرد بیا هوم. اگه کلا هم از دست بره هیچ نگرانش نباشید، خودش برمیگرده میاد، کلا برمیگرده میاد، نگرانش نباشید. مگر اینکه یه کاری کرده باشید که نباید کرده باشید یا یه نفر دیگه داره شما رو اذیت میکنه با سیگنالای بزرگ مثل پلیس و اینا. موضوع بعدی یه چیزی داره اینجا به نام RC. اگه RC سیگنالش رو نگاه کنید الان زده استرانگ، یعنی عالیه دیگه، یعنی فاصله امن تا این درون بسیار سیگنالمون قویه، هیچ چیزی هم بینش بیاد مشکل نیست. هر موقع استرانگ دید چیز خوبیه کلا. و الانم 11 تا ماهواره دارن اینو میبیننش و سیگنالش رو زده moderately strong. معمولا از 15 به بالا، 15 تا ماهواره به بالا بهتر هستش، ولی اگه اشتباه نکنم روی 6 تا به بالا باشه دیگه میگه که هوم پوینت رو پیدا کرده و میتونی پرواز کنی. هر موقع هم این گوشه نوشت take off permitted، یعنی you are good to go، یعنی اوکی میتونید پروازش کنید. چیزهای دیگه هم کنارش داره، اینفورمیشن شمال رو میتونید بگید که شمال واسه من ثابت نگه دار، نچرخون مثل این که من دارم میچرخونم اینم میچرخه و چیزهای دیگه و که خیلی دیتیل های زیادی داره که نمیخوام واقعا وارد بشم بهش. یک چیز دیگه هم، 3 تا چیز دیگه هم کنارش هست. یه دونه پی موده، همون پروگرام مودشه که من ببخشید که معمولا نه خیلی تنده نه خیلی کنده، تقریبا ریسپانسیوه تقریبا، یعنی هر شکلی که شما این کنترلر رو بچرخونید اونم انجامش بده. یه چیزی دیگه ای داره به نام S-Mode سپورته، اون چیزی که من استفاده میکنم الان به خاطر اینکه بهتر میتونم پروازش بدم. S-Mode به شدت سرعتی زیاده، به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که توی روزها حتی ماهای اولش ازش استفاده کنید، به خاطر اینکه اینجوری میره و خیلی سخت کنترل کردنش. معمولا اگه من بخوام برش گردونم اون کار انجام میدم. و یه چیز دیگه دارم به نام سینما مود، شکلیه که آسون اون بعضن اون جای خوبه از سینما مود. اگه تازه میخواد شروع کنید بذارید روی سینما مود و ازش استفاده کنید که باحال باشه. فکر کنم یه دلفین این پشته و سینما مود رو شما موقعی که دقیقاً مثل تصویرهای سینمایی، اگه مثلا یه سری تصویر رو از من دیدید که خیلی سینمایی و آروم میاد بالا و تغییر میکنه، اینا رو سینموده. سینمود خیلی آروم، همه چیز آروم کار میکنه که اونو من بهتون پیشنهاد میکنم. این تقریبا میشه گفت تمام چیزایی هستش که بخواد بدونید در مورد این کنترلش. تقریبا یه سری چیزای دیگه هم خیلی زود میرم داخلش که نگاه بکنید. یه آلبوم داره که تصاویر قبلی رو بهتون نشون میده که این تو میتونید
به شکل وایرلسی پاکش کنی. یه دونه اسکای پیکسل هستش. اسکای پیکسل معمولا خود دیجی‌های جاهای خوشگلی که دور و بر هستش و قبلا آدم ازش پرواز کردن و تصاویر باحال دارن رو بهت نشون میده. پروفایل همون مانیفست شما نشون میده. من با این درون 30 سال پرواز کردم. عدد زیادی نیست، عدد کمی هم اصلا نیست واقعا. و خیلی چیزای دیگه که کنارش داره دیگه. اگه نگاه کنید الان توشم، این تمام پروازهای منو که من چند متر رفتم بالا، چند کیلومتر پرواز کردم، چند دقیقه رو هوا بودم، تصاویرش همه اینا رو داره و بهت نشون میده که همون منیفستیه که دوای صحبت کردیم. اینم چیزایی هستش که تو پورتاش. کارهای دیگه هم زیاد میتونید بکنید، میتونید با آدما چت کنید روش اگه سوالی دارید و اینا، همه اینا رو بهتون میتونه انجام بده. اون بالا هم یه چیزی هست به نام ریکامندد زون. هم ریکامندد زون دیدید، یعنی اینکه کنار فرودگاه و اینا هستیم، یه خورده باز دوباره حواستو جمع کن. همین، اگه نگاهش کنید ببینید ما تو اون دایره دقیقا بین 3 تا فرودگاه الان، یعنی من خیلی نمیرم بالا، حواسم هست، خیلی از چیز نمی کنم، مشکلی وجود نخواهد داشت، اونقدر عجیب و غریب نیست. و مدلش رو نوشته و گوفلای هم که بزنید که دیگه واردش میشید و تصویر رو همونجا بهتون نشون میده. اگه نگاه کنید الان ماهواره ها تعدادش کم شد، اومد روی 9 تا، به خاطر اینکه احتمالاً یه خورده هوا ابری‌تر شده از اون چیزی که اولش داشتیم. یه خورده من صبر می‌کنم. هر موقع گفتش که the home point has been updated، یعنی اینکه هومو دیگه شناخته، مشکلی هم نیست. ماهواره هم این شکلی نگاه می‌کنه که شما فرض کنید که یه نور می‌فرستید برمیگرده، یا لا سیگناله می‌فرسته به این ماهواره برمیگرده. تعداد ماهواره‌ای توی بیرون زمین فوق‌العاده است. حالا اونم دوباره بعداً صحبت می‌کنم، یا اینکه لینکش میدم بالا، ساعت‌ها میره دوادش میتونید بچرخید توش، خیلی باحاله. و ماهواره‌های مختلف هستن، هر ماهواره‌ای که داره می‌بینه و باش حرف می‌زنه رو اونجا به شما نشون میده. خلاصه اینم است. اوکی، می‌خوام دیگه پرواز کنیم. یه چند تا چیز یادتون باشه. یه قانون کلی من دارم بهتونم، قبلا گفته بودم تو ویدیو قبلی، اگر بارون بیاد، آفتابی باشه، برف بیاد، هر اتفاقی، هر هوایی که باشه توش، حتی اگه این شکلی باشه، مشکلی واسه پرواز کردن درون وجود نداره. تنها مشکلش باده. باد دشمن اصلی درونه. هر موقعی که هوا بادی بود، کلن هم روش من این شکلیه، من این کلاه هم رو شل میذارم روی سرم، اگر باد انداختدش پرواز نمی کنم. کلن اون یعنی که پرواز نکنم. کلن هم یادتون باشه اگر اینجا یه ذره باده، 100 متر بالاتر خیلی بیشتر باد داره میوزه. به خاطر این حواستون باشه. بید بالا هم یه جایی یه چیزی میاد به نام strong wind، یعنی این که باد شدید داره میاد و من نمیتونم خودم رو برگردنم به خونه. حواست باشه. هر موقع اونو شنیدید به حرفش گوش بدید. دوباره میگم این کنترلر رو یه وایبریشن داره، دستتون رو کاملا ویبره میکنه و میلرزونه. هر موقع ویبره چیزی دیدید یا چیزی اومد روی صفحه، به حرفش گوش بدید، به خاطر اینکه دیگه اتوماتیکلی نمیتونه خودش رو برگردونه و ممکنه مشکل زا بشه واسه تون. ببخشید این نور این ابرا چه هستش، این میرو میاد. امیدوارم که خیلی این تصویر واشتاد نشده باشه. در مورد تیک آفش، میخوام تیک آف کنیم. تیک آف پرمیتد رو به ما داده، همه چیز اوکیه، هیچ مشکلی نیست. اولین چیزی که من میکنم اینه که دور و برم رو چک میکنم، بالا رو چک میکنم که مشکلی نداشته باشه، و اصلا مهمتر دوباره چی، سگ و حیوانی چیزی اگه این دور و بر بود رو چک میکنم. اوکی، واسه تیک آف کردنش هم این شاسی کنارش رو پیدا میزنید و نوشته تیک آف، رو اون 3 ثانیه که وایستید شروع میکنه به پرواز کردن. خودش هم میاد اینجا هاور میکنه و اینجا وای میسته. شما اصلا من به هیچ چیزی هم دست نمیزنم، ولی خودش وای میسته اونجا، چون سیگنال های مختلف داره میگیره از ماهواره های مختلف، اونجا وای میسته، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی کاری که من میکنم، میبرمش الان یه خورده بالاتر و یه ذره به سمت آب. اگه یه چیزی هم خواست از توی آب بخواد بیاد بیرون، یا یه کسی خورد بهش و اینا، مشکلی وجود نداشته باشه واسش. کلن هم تو کنترلرش یادتون باشه، خیلی خیلی ساده است. اینو برید بالا میاره بالا، اینو بیاد پایین میاد پایین. بذارید یه خورده بیام نزدیکتر که شما بتونید بهتر ببینیدش. این تست اینو، اگه برید بالا میاره بالا، اگه بیاد پایین میاد پایین، این میره عقب و این میاد جلو. یادتون باشه موقعی که دوربین به سمت شماست، مغزتون کاملا باید بپیچه. اگر به سمت چپ میرید، باید به سمت راست. اون یه چیزی هستش که یه خود
ممکنه مشکل زا بشه، به خاطر من معمولا دوربین رو میچرخونم، این رو حالت سینمودش هستش، به خاطر این یه خود یواشه. هر موقع اون لایت پشتش رو میبینید که الان سبزه، اون لایت رو دیدید یعنی این که پشتشه، یعنی هر سمتی که شما فشار بدید همون سمتی برید. ببین من الان میدم جلو، میاد جلو، هر موقعی که بدم عقب میاد عقب، به همین سادگی. کاری که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه که موقعی که دارید پرواز میکنید قشنگ نفس بکشید، خیلی آروم انجام بدید همه چیز رو. این ریسپانسیوه، خاطر این اولش که آدمشون میکنه اینو میبرن دیگه تا ترش، خیلی آروم همه چیز رو خیلی آروم برید و برگردید، خیلی راحت تر هستش. این هست، این واسه پرواز کردنش. بیاد یه گشتی بزنیم، یه سری تصاویر هوایی ببینیم و با حال دیگه. همین دوباره از دستش دادم، نوشته که 10 ثانیه بعد برمیگرده به سر جایی که باید برگرده. تو این جایی هستش که خیلی نباید پنیک کنید و برمیگرده میاد توی خود هم میشینه. فکر نمیکنم اینقدر آلوده باشه اینجا واقعا. بدون اینکه من اشکالی بکنم، به خاطر اینکه کنترلر رو از دستش دادم و میگم من واقعا فیتم کردم که بخوام از دستش بدم، اولین کاری که میکنه میره تو اون متراژی که من واسش تعیین کردم، بعد میاد خودش رو بالای سر من قشنگ و بیاد خودش رو میشونه. یعنی من دستی بهش نمیزنم. اومدیم بالا. نمیدید؟ دقیقا اومده. دقیقا اومده روی هوم، قسمت هوم و داره میشینه. من اینجا یه خورده خودم دستکاریش میکنم به خاطر اینکه بالای سرم هستش. من این شکلیه. هر موقع کلا دستش دادید پنیک نکنید. این حواستون باشه که کجا میخواد بشینه و اینا و میاد خودش میشینه. اوکی؟ الان داره برمیگرده بیاد بشینه. اینجا دیگه دست شماست، میتونید ترکایی که خواستید بکنید. دقیقا اومد سر هم نشست. معمولا یه خود وای میسته، بعد اون وقت خودتون میتونید دیگه دستکاری کنید که کجا میخواد بشین و اینا. جای اوکیه، من میذارم که بشینه. همین راحتی برمیگرده میشینه و ضبطش هم خاموش میکنه. این کلن پرواز کردن، دیدید؟ یه سری جاها رو واقعا نمیشه پیش بینی کرد. من فکر میکردم که چون روی آب هستش و اینا فضای بازی و میشه راحت پرواز کرد، ولی آلودگی مثل اینکه آنتنا چیزایی که وجود داره این دور و زیاد هستش و نذاشت، یا به خاطر فرودگاهی که اینجا هستش سیگنالایی که فرستاده میشه جلوشو گرفت. این تمام چیزایی که واقعا نیاز دارید به نظر من موقعی هم که موقعی که داره میشینه یادتون باشه، موقعی که اینجوری میشینه و میاد پایین زمانی بیشتری طول میکشه به خاطر اینکه باد و باید بشکنه. من چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم، اگر توی 45 درجه دیدیدش، از اونجا شروع کنید که با زاویه 45 درجه دقیقا مثل یه هواپیما بشونیدش، چون اون شکلی باد راحت‌تر میشکنه، مخصوصا وقتی که باتری کمه اونجوری راحت‌تر میتونید و سریع‌تر میتونید بشونیدش. اینم از قولی که بهتون داده بودم واسه ساخت اینا. ببخشید طولانی شد، امیدوارم که سابسکرایب کنید توی این کانال. زود میبینمتون. کامنت بذارید لطفاً، سوالی اگه بود، احتمالاً چیزایی هست که قطعا من فراموش کردم بگم یا چیزایی هستش که الان علمم نرسیده بهش، حتما سرچ میزنم و توضیحش رو تا جایی که بدونم بهتون میگم. خیلی مخلصیم، امیدوارم زود ببینمتون. فدا.